میدهد که بتونن این رابطه رو اونا قطع بکنن. مثل زمان مشروطه نیست که رهبرانی که مخالف بودن مثلا با استبداد صغیر بتونن از تبریز لشکرکشی بکنن، مستقیما در رأس مردم بیستن و با مردم بیان تا تهران و مثلا تهران رو فتح بکنن و بعد محمد علی شاه رو وادار کنن که مثلا بره به روسیه پناهنده بشه. فکر میکنم که این یه مسئله کاملا طبیعی است و اتفاقا خیلی به نظر من اینجا این مسئله رو ما شاید تو فرهنگ سیاسی دنیا برای دفعه در ایران شاهدیم. آقای موسوی به درستی روش انگشت گذاشت و خواست که مردم خلاقیت‌های فردیشون رو شکوفا بکنن. این قدرت چانه‌زنی اونا رو بالا می‌بره. اسمش رو بذاریم خلاقیت فردی، اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، چه این روش چه نتیجه‌ای می‌تونه داشته باشه؟ مثلا همین قضیه امروز که مثلا استفاده بیش از حد از برق، خبر رسیده که حالا خاموشی چندانی هم هیچ جای تهران نبود، اصلا خاموشی از تهران تا حالا به ما نرسیده گزارشش. ببینید مسئله اصلا توی این جور مبارزات مسئله این نیست که چی خاموش میشه یا خاموش نمیشه. مسئله اینه که حتی اگر 14 میلیون نفر به آقای موسوی رأی داده باشن، یعنی کمیتشون 14 میلیون باشه، کیفیتشون یه کیفیتیه که باید نظام سیاسی ایران اعتماد اینا رو جلب بکنه. اما صحبت که آقای هاشمی رفسنجانی هم مطرح کرد، به دلیلی که اغلبشون قشرهای تحصیل کرده یا شهرنشین یا قشرهایی هستن که در تولید سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور سهیمن. یعنی کل سرمایه کشور ما داره، اعم از پول، اعم از فرهنگ و اعم از روابط اجتماعی، استواره بر دوش این 14 میلیون اگه فرض بگیریم که فقط 14 میلیون آقای موسوی رأی برده بودن. بخش کمتری از این سرمایه در اختیار حامیان آقای احمدی نژاد. اگه اینا قرار باشه که هر فرصتی که پیدا میکنن از این فرصت بخوان استفاده بکنن برای اخلال در کار کشور، مثل این که مثلا فرض بگیرید اتوبوسشون رو بزنن به برق، خب اون وقت حرف رهبران سیاسی در رده های بالاتر که معتقدن ما باید اعتماد اینا رو جلب بکنیم از طریق رفراندوم یا هر چیز دیگه ای، برش خیلی بیشتری خواهد داشت. بنابراین مسئله صرفا این نیست که آیا چیز خاموش میشه یا چیز خاموش نمیشه. خاموش شدن این نیست که رفراندوم رو توانمند میکنه، زنده بودن این حس اعتراض در این کسر حالا حداقل 14 میلیونی یا بیشتر از اونه. آقای سجادی، شما فکر میکنید که حالا با همه این روش هایی که داره انجام میشه و حالا مردم به هر حال به قول آقای یوسفی دارن اعتراض میکنن، آیا فکر میکنید که دلیل اینکه این اعتراض ها به این شکل و به این شیوه ها اجرا میشه این نیستش که روش های قانونی از طریق مثلا تجمع های قانونی که باید معمولا دولت باید اجازه میداد ولی اجازه نداده و همه این اتفاقا باعث شده که مردم به این روش هایی پناهنده بشن که روش معقول و منطقی به نظر نمیرسه؟ قطعا همین داره، ولی اینجا یه بحثی که هست مسئله مدیریت بحران، رهبران یک بحران، رهبران یک جنبش وظیفه‌شون همینه که بتونن با ارگانایز کردن توده، با ارگانایز کردن اون جنبش اجتماعی اهداف رو تبیین و تعریف و راهکار برای رسیدن به اون انجام بدن. ببینید کارشناس محترم شما اساسا گفتن که مخالف این قشبندی سنتی و مدرن هستن، اما من خب یه مثال بزنم. در قیام مشروطه که ایشون هم مثلا یا قبل از قیام مشروطه شما نگاه میکنید، میرزای شیرازی با یک فتوای یک خطی که امروز استعمال دخانیات حرام است ولو بلغم و بلغ، ارکان حکومت ناصرالدین شاه رو در عرض کمتر از یک هفته به لرزه در میاره تا جایی که باعث میشه که اون قرار داده رژی لغو بشه. اما الان نگاه میکنیم جناب آیت الله منتظری رسما و صریحا فتوا بر اساس این میدن که نظام جائری، مقام عظمای مقام رهبری نظام جائر است، اما کوچکترین اثری در بدنه اجتماع نمیذاره. چرا؟ چون بدنه جامعه که من عرض کردم بیشتر وابسته به جامعه اقشار مدرن هستن، اساسا اهل استفتا نبودن، اساسا از ابتدا مناسبات مذهبی آمرانه حکومتی رو قبول نداشتن که حالا معطل این باشن که فتوایی برسد یا نرسد. به همین دلیل میبینیم که اون مناسبات سنتی مذهبی نمیتونه اثرگذاری خودش رو اعمال کنه در این اقشار مدرن که در حال حاضر به عنوان معترض در کف خیابان‌ها مطالبات خودشون مطرح میکنن. آقای سجادی، به هر حال الان نه دولت موفق شده که این اعتراض ها رو خاموش بکنه و نه معترضان موفق شدن که دولت رو راضی بکنن که اون چیزی که اونها میخوان رو اجرا بکنه. فکر میکنید بالاخره نتیجه چه خواهد شد؟ من در افق میان مدت کوچکترین امیدی برای اینکه بتونه به فرجامی برسونن معترضین با این شیوه هایی که در حال حاضر اتخاذ شده که رهبری جنبش در چارچوب نظام حرف هایی رو مطرح کنه که همون حرفا عملا تحققش نشدنیه، یعنی حتی رفراندومی که مطرح میشه قرار در چارچوب همین نظام هم رفراندوم برگزار بشه، خب چه توقعی است از پارلمانی که در انحصار اکثریت اصولگرایانه که بیان بر طرح رفراندوم سه بگذارن و رهبری نظام
اسلامی که صراحتن این انتخابات رو اوکی کرده تایید کنه این رفراندوم، و شورای نگهبانی هم که باز تایید کننده انتخابات بوده بخواد نظارت کننده این رفراندوم باشه، خب اساسا نشدنیه. بله آقای یوسفی، حالا به هر حال درست یا غلط ارتباط رهبری این جنبش و بدنش قطع شده، فکر می‌کنید چقدر بتونه ادامه پیدا کنه چه این جنبش؟ ببینید این نکته رو سعی کردم حالا یکم توضیح بدم. فکر نمی‌کنم مثلا قطع شدن این ارتباط تاثیر منفی رو خود این جنبش بذاره، خصوصا که یه نکته کوچیک دیگه هم که با آقای سجادی من اختلاف دارم، من فکر می‌کنم ما شواهد جامعه شناختی کافی در اختیار نداریم برای اینکه ادعا بکنیم کسایی که دارن به نتیجه انتخابات اعتراض می‌کنن افراد غیر مذهبی به این معنا و مدرن هستن، یعنی مثلا مرجعیت رو قبول ندارن یا مثلا در نماز آقای هاشمی شرکت می‌کنن نماز نمی‌خونن. ما شواهدی کافی برای اینکه این جور در واقع قضاوت بکنیم درباره این افراد نداریم. به همین خاطر قطع رابطه این افراد با رهبریشون یه مسئله کاملا طبیعی در هر جنبش اجتماعی است که این روزها در هر جای جهان ممکنه پیش بیاد. مهم اینه که اون سطح اعتراض اگه حفظ بشه، رهبران میتونن در سطوح بالاتر که خصوصا الان دیگه مذاکره کنندگان در واقع ماهر پشت پرده مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم وارد این ماجرا شدن، در سطوح بالاتر میتونن از این استفاده بکنن برای اینکه بتونن خواسته ها رو پیش ببرن. الزامی نداره که این افراد با هم دیگه مثل هفته اول تظاهرات کنن. رهبران در واقع دنبال روی معترضان خیابانی میشن به جای اینکه معترضان خیابانی دنبال روی اونها بشن. من میگم آگاهانه چنین تصمیم گرفتن که شما دارید میفرمایید. بله متشکرم حامد یوسفی و همینطور داریوش سجادی. خبرگزاری های بین المللی از حضور پرشمار نیروهای امنیتی در خیابان های مرکزی تهران برای جلوگیری از تظاهرات خبر دادند. بعضی گزارش ها می گویند شماری از معترضان به نتیجه انتخابات امروز هم در میدان هفته تیر تهران گرد هم آمدند. تصاویری که می بینید به عنوان فیلم حوادث امروز در یوتیوب گذاشته شده، اما با منابع مستقل آن را تایید نکردند. گفتگوی داشتیم با یک شاهد عینی در تهران و از او درباره وضعیت میدان هفته تیر پرسیدیم. ساعت 6 بعد از اون میدان هفته تیر شامل یک سری نیروهای انتظامی زیادی بود که نمیذاشتن مردم طریق وایسن. مردم هم حضور داشتن ولی اصلا امکان حضور تجمع نداشت، پلیس همه رو متفرق میکرد. ساعت 6 تا 6 و نیم که اونجا بودم درگیری خاصی رخ نداد. نیروهای امنیتی بسیار زیاد بودن، حضور نیروهای لباس شخصی کم بود ولی نیروهای انتظامی گارد ویژه در محل حضور داشتن. این حضورشون تا زیر پل کریم خان و خیابون حافظ هم مشهود بود. میدون فردوسی هم که نیرو مستقر شده بود. یک کشته دیگر ناآرامی‌های بعد از انتخابات محمد کامرانی 18 ساله است که در تظاهرات روز 18 تیر در تهران بازداشت شده بود. او که در اثر جراحات وارده درگذشت، پیکرش به خانواده‌اش تحویل و به خاک سپرده شد. هنوز روشن نیست او در جریان اعتراض‌های خیابانی زخمی شده بود یا در زندان. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد. آقا راست میگن شما عربی یا فارسی بلدی؟ فانه این گزارش الان آماده پخش نیست، در ادامه برنامه احتمالاً به این گزارش برخواهیم گشت، اما بله الان آماده است پخش میشه. محمد کامرانی 18 ساله یکی دیگر از قربانیان حوادث پس از انتخابات ایران. خبر فوتش بعد از مراسم خاکسپاری منتشر شد. به گفته خانواده‌اش او در روز 18 تیر اطراف خیابان ولیعصر تهران بازداشت شد. آنها میگویند آقای کامرانی در تظاهرات شرکت نداشت و تنها داشت از خیابان رد میشد. او را به بازداشتگاه کهریزک بردند. بعد از چند روز مسئولان زندان اوین فهرستی از بازداشت شدگانی منتشر کردند که از کهریزک به اوین منتقل شده بودند. اسم محمد کامرانی هم در میان آنها بود. روز 24 تیر به خانواده‌اش اطلاع دادند که آزاد خواهد شد، اما وقتی به زندان رفتند به آنها گفته شد به دلیل جراحت او را به بیمارستان لقمان تهران بردند. خانواده آقای کامرانی پیکر نیمه جان او را از آنجا به بیمارستان مهر تهران منتقل کردند، اما تلاش پزشکان به جایی نرسید و محمد کامرانی درگذشت. صبح روز شنبه در گورستان بهشت زهرای تهران او را در قطعه‌ای در کنار سهراب عربی که هفته پیش در اینجا دفن شد به خاک سپردند. در چند روز گذشته مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی با خانواده‌های بازداشت شدگان و قربانیان حوادث اخیر ملاقات کردند. میرحسین موسوی به خانواده سهراب عربی گفته است نمی‌گذارد خون جوانان